برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای رئیس‌زاده، تحلیل شما از ساختن این مدرسه دینی برای طالبان توسط ازبکستان چیست؟ تشکر. با سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای محمدی و همه همکاران و بیننده های شما. از بعد سیاسی و دیپلماتیک میتونیم بگوییم که ساختی مدرسه نشان دهنده تلاش ازبکستان برای تقویت روابط دیپلماتیک و سیاسی با طالبان است. خب این اقدام میتونه به ازبکستان کمک بکنه که تا نفوذ خود را در شمال افغانستان بیشتر بکنه و در سیاست های منطقه نقش بیشتر را ایفا بکنه. این تصمیم خب ممکن است که بین عنوان یک سیگنال به سایر کشورهای منطقه و جامعه بین الملل در نظر گرفته شود که ازبکستان هم تمایل به حمایت از طالبان و همکاری با آنها را دارد. خب البته این سیاست ازبکستان هم میتونه تناقض خود را با سیاست داخلی هم داشته باشه. این اقدام با سیاست های دینی داخلی ازبکستان که نظارت شدید بر فعالیت های دینی و تفسیرهای دولت از اسلام را شامل میشه که قبلا شما گفتیم در تضاد است. خب ازبکستان به طور معمول مانع ترویج تفاسیر افراطی از دین در داخل خود ازبکستان است و این تصمیم میتونه باعث ایجاد تناقض و اعتراض از سطح داخل شود. خب جانب دیگر میبینیم که نگرانی های امنیتی هم وجود دارد. مدرسه دینی تحت کنترل طالبان میتونه به تقویت ایدئولوژی های افراطی و تثبیت نسل های تربیت نسل های جدید از تندروا کمک کنه. این موضوع نگرانی های امنیتی را در سطح منطقه و جهانی افزایش می طلبد و ممکن است به گسترش تهدیدات تروریستی و نارامی در افغانستان و همچنین کشورهای همسایه منجر شود. البته با توجه به تمرکز طالبان بر ترویج افرادگرایی، این مدرسه می تواند به عنوان یک مرکزی برای گسترش ایدئولوژی ها عمل بکنه و با افزایش بی‌ثباتی و تنش‌های امنیتی در منطقه این مسائل کمک بکنه. اما خب پیامدهای اقتصادی هم داره برای ازبکستان. هزینه 6 میلیون دلار برای ساخت این مدرسه تاثیرات اقتصادی قابل توجه را میتونه بر ازبکستان داشته باشه و ممکن است که با کاهش روابط اقتصادی کشور با کشورهای منطقه و کشور و سازمان‌های بین‌المللی که نگران افراط‌گرایی طالبان هستند منجر شود. خب در نتیجه در کل میتونیم بگوییم که تصمیم ازبکستان برای ساخت بزرگترین مدرسه دینی در افغانستان برای طالبان ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی خود دارد. این اقدام نشان دهنده تلاش ازبکستان برای تقویت روابط دیپلماتیک و نفوذ منطقه است. اما همزمان ما می‌بینیم که با نگرانی‌های جدی در زمینه افراط‌گرایی و تاثیرات منطقه‌ای بر امنیت و ثبات منطقه همراه است. تشکر. بله، سپاس از شما مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا.